حمایت‌های جهانی از مقاومت و انقلاب مردم ایران. وینسنت ون کویکنبورن، وزیر دادگستری بلژیک. به دنبال صحبت‌های سخنگوی قوه قضاییه حکومت آخوندی، ون کویکنبورن به شبکه تلویزیونی VTM، تلویزیون عمومی بلژیک گفت: این یک پیام نادرست از سوی یک دولت سرکش است که در بیان اظهارات نادرست تخصص دارد. آنها این کار را برای بازیچه قرار دادن و سردرگمی یک هموطن بیگناه و خانوادهش انجام میدهند. وی همچنین رسیدن به یک توافق را رد کرد. آلن مندوزا، مدیر اجرایی مؤسسه هنری جکسون بریتانیا. اکنون من شخصاً و همچنین به طور جمعی از طریق مؤسسه هنری جکسون به فهرست تحریم‌های رسمی ایران اضافه شدم. از خامنه ای متشکرم، اما من را سانسور نخواهید کرد. من به ترویج آزادی و حقوق بشر ادامه خواهم داد تا مردم ایران از آینده ای عاری از استبداد شما برخوردار شود. عفو بین الملل. عفو بین الملل تایید محکومیت ناعادلانه و حکم اعدام جمشید شارمهد پس از یک محاکمه ساختگی به شدت ناعادلانه توسط دیوان عالی ایران را محکوم می کند. او اکنون در معرض خطر قریب الوقوع اعدام است. باید اعدام او را متوقف کنید و او را هم اکنون آزاد کنید. کریستیان واگنر، از سخنگویان وزارت خارجه آلمان. از شنیدن این خبر که ساعتی پیش دادگاه عالی ایران حکم اعدام آقای شارمهد را تایید کرد بسیار متاثر شدیم. اگر این موضوع صدق کند واقعا وضعیت به شدت وخیم می شود و به این ترتیب روند دادرسی تمام شده است و ما بارها در اینجا درباره این مورد بحث کرده ایم که حکم اعدام علیه جمشید شارمهد مطلقا غیر قابل قبول است و در هیچ مرحله از دادرسی کوچکترین محاکمه عادلانه تضمین نشده است. از این نظر اگر واقعا این موضوع تایید شود یک اتفاق بسیار جدی خواهد بود. آنتونیو لوپز، نماینده پارلمان اروپا از آلمان. ما به مبارزه این پارلمان برای حمایت از آزادی و دموکراسی در ایران ادامه خواهیم داد.